و با شما خواهم بود. هفته گذشته در بخش دوم برنامه به شما این نوید رو دادم که امروز میخواهم به موضوع پیدایش دولت مستقل کردستان در خاک عراق در این باره با شما سخن بگویم و پیامدهای اون رو بر آینده ایران و آینده استان کردستان در ایران مورد بررسی قرار دادم. اگر این مسئله در ایران تأثیرگذار نمی بود، چه بسا که پرداختن به اون نیازی در این برنامه نمی داشت. اما من بر این باور هستم که در سالهای گذشته و حتی پیش از آغاز جمهوری اسلامی نیروهایی در درون ایران، چه در میان آذربایجانی ها و کردها و چه در گروه های دیگری که در ایران در پیرامون و مرزهای ایران زندگی می کنند، گروه هایی بودند که به تحریک و پشتیبانی دولت های خارجی و همچنین منافع درونی خودشون گاه عدم استقلال برداشتند، گاه کوشش کردند که یک بخش و منطقه ای رو برای خودشون خودگردان بکنند. و مسئله کردستان اینک نزدیک به 70 سال هست که در ایران مدرن مورد بررسی قرار گرفته. پیش از اون هم، حتی پیش از پیدایش جمهوری مهاباد، ماجرای یا حتی پیش از مشروطه، ماجرای شورش نهری، شورش عبیدالله نهری در منطقه‌ای که میان ایران و عثمانی اون زمان بود، و پس از اون هم 20 سال پس از اون هم ماجرای اسماعیل آقا سیمکوب یا سیمیت خوب گفته ترک زبانان و بیشتر ایرانیان، بسیار گرفتاری هایی برای ایران ایجاد کرد. و امروز هم اگر این موضوع به حوزه و یا سپهر سیاست ایران کشیده نشده بود و اگر یک درایتی در میان دولتیان در ایران وجود می داشت که شوربخت ها که وجود ندارد و از آغاز هم وجود نداشته، این مسئله می توانست به سادگی حل بشود و تأثیری بر ایران نه تنها نداشته باشد، بلکه حتی ایران رو توانا بکنه. یعنی جدا شدن کردستان از عراق شاید می توانست در یک شرایط دیگری به سود ایران باشد، اما امروز چنین نیست. راستی این است که از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی بر طبل وحدت ملی در ایران کوبیده نشده، بلکه بر طبل وحدت آیینی و مذهبی در ایران کوبیدند و ایران رو به عنوان یک کشور شیعی قلمداد کردند که مظهر ماندگاری ایران حضرت ابوالفضل و سید الشهدا و چیزهایی از این دست است. وفاداری ما ایرانیان نه به این مرز و بوم و نه به این خاک و به این سرزمین و تاریخ و فرهنگ و منافع ملی، بلکه در این است که یک زمانی 1000 سال پیش سید الشهدا و حضرت ابوالفضل فداکاری هایی کردند برای شیعیان علوی. حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم که چه بوده بود، دعوا بر سر خلافت بوده نبوده غیره. امروز ما ایرانیان، ایرانیان شیعی، اونی که دولت میگوید، وارث اونها هستیم و باید از همین حیثیت و جانبازی حضرت ابوالفضل و قمر بنی هاشم یا دیگران، از اینها باید پاسداری کنیم. ایران پدیده دومی است برای ما. خاک ایران و سرزمین ایران و مرزهای ایران و منافع ملی ایران فدای منافع آیینی و شیعی ماست، این گونه که سران حکومت میگویند. اگر از این دریچه، از این چشمنداز، از این راه نگاه کنیم به ایران، می توانیم بگوییم که حق به جانب کردهای اهل سنت است که نخواهند در چارچوب ایران شیعی باقی بمانند. حق با بلوچهای اهل سنت است که نخواهند خودشون رو با این آیین و این آرمان و این چشمنداز و چنین برداشتی از یگانگی کشوری پیوند بدهند. نگاه کنید امروز که در عراق، شیعیان عراق که دولت عراق رو به وجود آورده اند، بزرگترین
نقد اونها به دولت بعثی صدام حسین در این است که شیعیان را آزار میداده و میخواهند که دولت شیعی بسازند. اگر بنا باشد که دولت ها بر پایه مذهب ساخته بشوند، بنابراین کردهای اهل سنت ایران، بلوچهای اهل سنت ایران، اهالی بندرعباس که بسیاری از اون اهل سنت هستند و بسیاری از دیگر ایرانیان اهل سنت، حق دارند که خودشون رو بخشی از چنین ایرانی ندانند، ایرانی که هویت خودش رو اساساً با آیین شیعی توضیح میدهد. اما راستی جز این است، جز این 37-8 سالی که جمهوری اسلامی در ایران برقرار شده و شیعیگری رو با این شکلی که تنها ما رو به یاد دوران شاه اسماعیل صفوی میندازد چیره کرده بر ایران و ساختار فرمان روایی رو بر پایه آیین شیعی پدیدار کرده و اصلا امروز که نگاه کنید حتی در حوزه های انتخاباتی میگویند شما باید درس حوزوی خوانده باشید، باید مجتهد باشید، درجه از اجتهاد داشته باشید، اون هم در آیین شیعی، چیزهای از این دست. طبیعی است که واکنشی در میان ایرانیان اهل سنت به وجود بیاید. در همون روزها و ماهای آغاز جمهوری اسلامی در شهر سنندج، در مهابا، در دیگر شهرهای کردنشین که بیشتر باشندگان اونها اهل سنت بودند، امام جمعه های شیعی به اونها به اونجاها فرستادند و جنگ مذهبی به راه انداختند. در بلوچستان جلوگیری از این میکنند که مسجدها و جایگاه های دینی اهل سنت اصلا بتواند شکل بگیرد، به بهانه اینکه بیگانگان میخواهند در اینجا نفوذ کنند. بیگانگان چرا میخواهند نفوذ کنند؟ چون زمینه نفوذ اونها رو حکومت فراهم آورده. من نمیخواهم امروز به بحث سیاسی در این زمینه بپردازم. این زمینه رو توضیح دادم که بیان کنم که من درک میکنم، میفهمم این درد و رنجی رو که هم میهنان اهل سنت ما میکشند و به راستی رنج میبرن از این شرایطی که در ایران ایجاد شده. اما راستی این است که در ایران ما تنها ایرانیان اهل سنت نیستند که از سیاستهای حکومت رنج میبرن. بسیاری از ایرانیانی که تا مغز و استخوان هم شیعی هستند، شیعی زاده هستند، حتی نماز هم میخوانند، سید و شهدا و ابوالفضل رو هم قبول دارند، از این حکومت رنج میبرند و با این حکومت گرفتاری و درگیری دارند. این است که ستم حکومتی که از یک دیدگاه دینی خودش رو آغاز کرده، تعریف کرده و امروز به یک حکومت ستمگر خودکامه و محدود به حقوق یک اقلیتی تبدیل شده، محدود به ستم به اهل سنت نیست. اما این رو من میتوانم درک کنم که چرا هممیهنان کرد اهل سنت نسبت به این حکومت با بیزاری و انزجار نگاه میکنند و گاه و بیگاه نسبت به رویدادهایی که در سلیمانیه و اربیل و اقلیم کردستان عراق میگذرد تا حدودی با نگاه خوشبینانه‌ای به اونها میپردازند. اما اجازه بدهید که به موضوع اصلی بحث امروز بپردازم. پس از اینکه آقای بارزانی اعلام کرد که به زودی استقلال کردستان عراق رو اعلام خواهد کرد و از عراق جدا خواهد شد، گروه ها و احزاب کرد اپوزیسیون ایرانی که در درون ایران هم نفوذ چندانی ندارند، بیشتر پایگاهشون در خارج از ایران هست، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و گروه های مانند کوموله و دیگران، با خوشبینی و خوشحالی به استقبال چنین پیش آمدی، چنین رویداد احتمالی رفتند. آقای هجری در یک سخنرانی که البته متن کردی آن با متن فارسی آن اندکی متفاوت است، اعلام کردند که این سمبول هایی که کردستان عراق امروز در برابر خود نهاده، مانند پرچم دولت کردستان، همون پرچمی است که حزب ما، یعنی حزب دموکرات کردستان، در زمان جمهوری مهاباد ایجاد کرده بود و با افتخار از تاریخ جمهوری مهاباد سخن میگویند و میگویند که این سروده رقیب که طی حیات جمهوری به عنوان سرود ملی مشخص گردیده، یعنی سرود ملی کردها، نمادی از ایستادگی و ماندگاری ملت کرد است. این ای رقیب در مورد کدام رقیب بوده؟ این سرود ای رقیب رو
در اون زمان که ساختند در نقد به رقیب سیاسی نبوده، رقیب یعنی دولت ایران، با در برابر دولت ایران این رو ساختن، یعنی جمهوری مهابادی که پایگاه نفوذش بیشتر از پیرامون مهاباد نبود، در همون چارچوب مهاباد حتی کردستان رو هم در بر نمی گرفت و بسیاری از نیروهای کرد هم با اون مخالف بودن، به ویژه سران اهل سنت، مفتی های اهل سنت کسانی بودند که با قاضی محمد درگیری داشتن. این رو به عنوان نماد ملی در تاریخ ایران از اون یاد میکنه و چیزهایی از این دست. اصلا این بارزانی که امروز رهبر دولت به اصطلاح مستقل، نیمه مستقل کردستان شده، آیا به راستی نماد ملی مردم و منافع مردم کرده است؟ از کجا اصولا و از چه زمانی رهبر یک گروه کوچکی از یک دسته ایلی می تواند رهبر ملی کشور قلمداد بشود؟ آقای مسعود بارزانی فرزند ملا مصطفی بارزانی هستند. بارزانی ها نماینده هویت ملی کرد نبودند، بارزانی ها نماینده منافع طایفه بارزانی، ایل بارزانی بودند و اینها سالیان درازی زیر سایه گروه هایی که غیر بارزانی بودند و در میان این شبکه گسترده نقشبندی ها که یک جریان صوفیانه، یک جریان آینی بوده و دسته های گوناگون کرد به اونها وابستگی داشتند، بارزانی ها هم زیر سایه اونها اساسا بودند. بارزانی ها در دورانی که همین عبیدالله نهری که از اون صحبت می شود و پدر او رهبر نقشبندی ها بوده، شیخ طاها، در اون دوران ما دسته ایلی بارزانی رو به عنوان یک گروه گسترده و توانا در کردستان نمی شناسیم. پس از اون هست که به رفته رفته این بارزانی ها توانستن در بخش هایی از خاک کردستان عراق پس از چنگانه شدن، تکه پاره شدن عثمانی، سرزمین های زیر سلطه عثمانی، اینها بتوانند در اونجا قدرت پیدا بکنند. جالب اینجاست که بارزانی ها به زبان کرمانجی سخن میگویند یا به گویش کرمانجی کردی سخن میگویند و بخش بسیاری از کردها به زبان سورانی و سورانی ها کرمانجی ها رو زبان پستری میدانند و این درگیری های ادبی در میان اونها سالیان درازی پابرجا بوده و این نیست که گمان کنید که ما با یک گروهی روبرو هستیم که با یک زبان واحد و یک هویت ملی واحد در درازای تاریخ رفتار کردند. راست این است که کردها زیر ستم گروه های گوناگون بودند و در درازای تاریخ رفتار اونها اساسا مانند رفتار دیگر باشندگان فلات ایران رفتار ایلیاتی بوده، نه رفتار ملی. و همین گروه بارزانی هم که در کردستان به قدرت رسیده گروه ایلیاتی بارزانی است و نه نماینده هویت ملی مردم کرد. اجازه بدهید شما رو به سفر تاریخی ببرم، چون در این باره خیلی می نویسند که بله، ما دو رهبر بزرگ ملی داشتیم، یکی شیخ عبیدالله نهری و دیگری اسماعیل آقای سیمکو که در ایران به اون سیمیتخو میگویند. شیخ عبیدالله نهری، اجازه بدهید که من درباره او اندکی آگاهی تاریخی در اختیار شما قرار بدم. میدانم که این بحثی که میخواهم بکنم تا حدودی شاید بلند و خسته کننده باشه، ولی بدون پرداختن به این رویدادهای تاریخی، بدون پرداختن به این جنبه هایی که از تاریخ برای ما مانده، ما راستی های امروز رو نمیتوانیم دریابیم. رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و کومله و دیگر گروه های جدایی طلب کرد در ایران میگویند که شیخ عبیدالله نهری نخستین رهبر و نماینده جنبش ملی کرد در ایران به شمار می آمده و او رو سمبل و نماد ملیگرایی خودشون قلمداد می کنند. خب برویم به این سفر تاریخی. این عبیدالله نهری کی بوده؟
شیخ عبیدالله نهری در واقع شمزینانی منطقه یا شمزینی هر دو رو میتوان گفت، این نامآور بوده، پدر او در واقع قطب العارفین و خود او هم به قطب العارفین معروف شده. اینها رئیس یا پیشوای نقشبندی ها در بخشی از سرزمینی بودند که در مرز ایران و عثمانی اون زمان قرار داشته. البته در اون دوران نزدیک به 130 سال پیش به راستی مرزهای این کشورها چندان روشن نبوده، یعنی اگرچه مرزهای ایران و عثمانی در دوران پیمان ارزروم روشن شده بوده، اما ما نه مرزبانی داشتیم نه این مرزها از اونها پاسداری می شده. این است که در اون سرزمینی که اینها زندگی می کردن، یعنی در منطقه چهریق و مجموعی سرزمین هایی که در آذربایجان غربی، در بخش های از آذربایجان غربی قرار دارد و می رود تا منطقه جنوبی کردستان، مرزهای خیلی روشنی میان ایران و عثمانی وجود نداشته و گروه های کرد، گروه های قومی گوناگون، گروه های ایلی گوناگون، پوزش میخوام ایلی باید بگویم، رفت و آمد میداشتن در دو سوی مرزی که امروز ما میشناسیم. این شیخ طه و فرزندش عبیدالله خان نهری در یک منطقه زندگی میکردن که بیشتر زیر فرمان روایی عثمانی بوده، اما دولت ایران از اونها پشتیبانی میکرده. در اون دورانی که شیخ طه همین رهبر به اصطلاح ملی که از اون صحبت میکنن در کردستان، در این بخش از کردستان چیرگی داشته، البته نه در همه کردستان، پادشاه ایران محمد شاه قاجار بوده و محمد شاه قاجار میدانیم که باورهای دینی خیلی استواری نداشته و وزیر او هم آدم اساسا بیدینی بوده، یعنی پایبندی های دینی نداشته، حاج میرزا عباسی، که تاریخ هم درباره او داوری های به راستی باید گفت نادرستی کرده و این رو میگذارم در یک برنامه دیگری با شما گفتگو کنم. محمد شاه قاجار که سخت پیرو به اندیشه های صوفیانه بوده، مرید این شیخ طه به شمار می آمده و پولهای کلان برای خانوار او و دفتر و دستک او میفرستاده، هر سال هدیه میفرستاده و کمک میکرده به موقوفات همین شیخ طه. این شیخ طه آنچنان از این پشتیبانی محمد شاه قاجار در شادمانی به سر می برده که می آید و خدیجه خانم نامی رو که دختر، پوزش می خواهم، خواهر یکی از شیخهای بزرگ از سران ایلی بزرگ چهریقی بوده، خواهر یحیی خان چهریقی رو بوده، از سران عشایر کرد و مرید شیخ طه، او رو به عنوان یک هدیه‌ای برای محمد شاه قاجار میفرسته، یعنی محمد شاه قاجار رو تشویق میکنه که این دختر خدیجه خانم رو به همسری خودش در بیاره. محمد شاه قاجار سخت شیفته این همسر سفارشی میشود یا همسر هدیه‌ای میشود و عاشق و دلباخته خدیجه خانم که رقیب مادر ناصرالدین شاه در حرم شاهی به شمار میآمده، تا به جایی میشود که فرزند او یعنی شاهزاده ملک‌آرا رو گاه که خردسال هم بوده، 8 سال کوچکتر از ناصرالدین شاه بوده، گاه نایب السلطنه میخوانده. هنگامی که محمد شاه در میگذرد، کسانی در این سودا بودند که این شاهزاده ملک‌آرا را به پادشاهی ایران برسانند که از یک پیشینه مادری کرد چهریقی برخواسته و امیرکبیر بوده که با درایت ناصرالدین شاه رو به پادشاهی میرسانه و پس از اینکه ناصرالدین شاه به پادشاهی میرسه، مادر ناصرالدین شاه و خود ناصرالدین شاه از سر دشمنی با شاهزاده ملک‌آرا برمیخیزند و کار به جایی میرسه که شاهزاده ملک‌آرا رو اصلا تبعید میکنن از ایران. خب ببینید، این ساختار ایلیاتی جامعه ایران بوده، پیوندی با مسائل ملی نداشته، یعنی پادشاهی خاطرخواه و عاشق دختری از پیشینه کرد که هدیه به او کرده بودند از خانواده چهریقی می شود
و فرزند او که نیمه کرد هست، اگر ناصرالدین شاه به درایت امیرکبیر به تهران نرسیده بود و قدرت رو در دست نگرفته بود، چه بسا همین شازده مرکارا پادشاه مملکت ما شده بود. و اصلا این دعواهای امروز بر سر کرد و فارس و غیره دولت ایران رفته بود و حل می شد، چون شازده مرکارا از یک پیشینه کرد آمده بود، مادرش کرد بود. و بیشتر ما می دانیم که پیشینه انسان ها از راه مادری به انسان منتقل می شود، چون مادر رو همه می دانیم کیست، پدر رو در روزگار گذشته و امروز هم در مواردی نمیتوان به طور قطع دانست که از چه تیر و تباری برخواسته، ولی مادر که فرزند رو 9 ماه در رحم خودش داره، روشن است که مادر این مادر است، مادر برادر ناصرالدین شاه، از خانواده چهریقی، از پیروان رهبر نقشبندی های کردستان بوده. و این خانواده چهریقی از میان همین چهریقی ها بعدها اسماعیل آقای سینکو برمیخیزه. پیوندی هم اینها با بارزانی ها نداشتند و درگیری ها هم حتی میان اونها وجود داشته که اشاره خواهم کرد. این پیشینه تاریخی جامعه ماست، یعنی جامعه است ایلیاتی، نه قومی، ببخشید ملی، قومی، بله قومی. نه این است که گمان کنید که محمد شاه قاجار که از یک پیشینه قاجار مغول تبار یا ترکمان تبار برخواسته، میخواسته با ملت کرد پیوند برقرار کند و از این دختر خواستگاری کرده. خیر، یک رئیس ایلی دینی در مرز ایران و عثمانی اون زمان به نام شیخ تاها خواست پادشاهی رو که به او پول میفرستاده هر سال راضی کنه، و این یحیی خان چهریقی رو قانع کرده که خواهرش رو به همسری پادشاه ایران در بیاورد، و روابط این گونه بوده و سر تا سر ایران هم روابط این گونه بوده، تا پیش از آن که خانواده فرمان فرما و بخشی از کردستان چیره بشوند در دوران ناصرالدین شاه، برای نزدیک به 450 سال فرمان روایی کردستان در دست خانواده اردلان بوده. اصلا به اینها میگفتند کردستان اردلان، و اینها کرد بودند، و اینها زمان شاه اسماعیل توانستن فرمان روایی بر بخش بزرگی از کردستان رو به دست بیاورند. اینها پیشینه های ملی نیست، اینها پیشینه های ایلیاتی و ترکیب ایلیاتی جامعه ایران است و پیوندی با شکل گرفتن ملت نداره. در همون جریان شکلگیری ملت مدرن ایران هم در دوران مشروطه، یعنی ما البته پیشینه های تاریخی احساس ملی داشتیم، اما در دورانی که هویت مدرن ملی در ایران شروع می کند به شکل گرفتن، درگیری های دولت مرکزی که نماینده پیدایش این اراده ملی و این دولت ملت است با گروه های ایلیاتی بوده، که این گروه های ایلیاتی صورت و هویت قومی ملی نداشتند، بلکه از هر تیر و تباری می توانستند باشند. در همون دورانی که اسماعیل آقای سیمکو بر ارومیه یورش میبره، درگیری اونها بیشتر با خاندانهای ترک زبانی است که در پیرامون ارومیه زندگی میکردن، با بزرگان مرند و خوی و شهرهای دیگر است. درگیری ها میان اونها است، درگیری ها با شهروندان شیرازی و یزدی و اصفهانی نیست، درگیری هایی است میان خوانینی که گروهی از اونها کرد هستند یا کرد زبان هستند، گروهی از اونها ترک زبان هستند. و جالب اینجاست که در این درگیری ها پیوند هایی هم به وجود می آید. یعنی گروه هایی از خاندان های ترک زبان با گروه هایی از کرد ها در برابر گروه های دیگری از کرد ها در برابر خاندان های دیگر کرد متحد می شوند. از این هم فراتر برویم، در اون دورایی که اسماعیل آقای سینکو سر بلند کرده بوده، پروژه دولت بریتانیا در این بوده که یک دولت غیر ترک و ایرانی در اون منطقه ایجاد کنه و میخواسته دولت کرد و ارمنی بسازه. روس ها هم در این سودا بودند، البته روس ها میخواستن دولت مسیحی بسازن در اون منطقه. و جالب اینجاست که یکی از درگیری های بزرگ اون منطقه میان گروه های مسیحی کرد با گروه های مسلمان کرد بوده. رهبر مسیحیان کرد رو
همین اسماعیل آقای سینکو میکشه. اونهایی که به دست اسماعیل آقای سینکو کشته شدن، آسوری ها، اینها اصلا کرد تبار بودند، از میان کردها برخواسته بودند، پیوندی این دعواها با مسائل قومی نداشته. تاریخ ایران اون دوره تا پیش از پیدایش دولت ملت در ایران و پیش از پیدایش دولت ملی در ایران، دولت مدرن در ایران، دعواهای گسترده ایلیاتی در سرتاسر ایران است، نه تنها در میان کردها و ترک زبانان، در سرتاسر ایران، در جنوب ایران، در پیرامون شیراز، در پیرامون اصفهان، در منطقه‌ای که امروز به نام خوزستان میشناسیم، میان دسته های عرب تبار و بختیاری و گروه های دیگر با یک دیگر و در برابر دولت مرکزی. این چهره و سیمای تاریخی ایران پیش از دولت مدرن بوده که امروز کسانی میخواهند این جنازه رو زنده کنند و دعواهای ایلیاتی گذشته رو به یک دعوای ملی قومی ارتقا بدند، بزرگتر از اون بکنند که هست، و بگویند که بله، در درازهای تاریخ 500 سال است که کردهای ایران زیر ستم فارسا به سر بردند و باید به عنوان یک ملت از ایران جدا بشوند و یا دارای حق تشکیل دولت ملی در ایران رو دارند. و نماینده این حرکت ها هم کسانی هستند مانند عبیدالله نهری، که بیشتر کشتارهایی که عبیدالله نهری در دوران شورش 10 ساله خودش انجام داد در میان کردها بود، با کردها می جنگید. این اسماعیل آقای سینکو بیشتر روستاهای کردنشین رو غارت می کرد، روستاهای کردستان در منطقه جنوبی رو که بیشتر مناطق شیعی نشین بود اونها رو غارت می کرد. بسیاری از سران کرد مخالف خودش رو کشت، ولی به این می گویند نماینده یک اراده ملی، در حالی که در هیچ کجا ما نمی توانیم نشانی از این بیابیم که کسی که گاه با دولت ایران نرد مهر میورزیده و گاه با دولت عثمانی و گاه با دولت روسیه، نماینده یک منافع ملی برای گروهی باشد. با رزیشون. اما آنچه که من در این برنامه با شما در میان میذارم، چون شاید بسیار دشوار باشه، پراکنده باشه و جمع کردن اون اندکی زمان میخواهد، گوهرش در این است که ساختار اجتماعی، سیاسی و تاریخی کشور ما تا پیش از این دوران مدرن، حالا به هر اندازه که این دوران مدرن بوده باشد، تا پیش از این 100 سال گذشته و شاید تا میانه این دوره 100 ساله گذشته، یک ساختار ایلیاتی بوده. کشور ایران، کشوری که ما به نام ایران میشناسیم، از یک واحدهای قومی جداگانه به وجود نیامده بودند. این نبوده که یک دولت مرکزی فارس ها آمده باشد و دولت ها و سرزمین های قومی ملی دیگران رو گرفته باشد و اینها رو به زور به هم چسبانده باشه که امروز یک نوع گریزی از این ستم ملی وجود داشته باشه. اصلا دولت در ایران برای 900 سال اساسا در دست ترکمان تباران و مغولان و اویغورها و تیموریان و گروه های گوناگونه برآمده از سرزمین های ترک نشین و ترک زبان بوده که اینها ایرانی شدند، در هم آمیختند با تاریخ و فرهنگ ما، و بخش درازی از تاریخ ایران هم جنگ و گریز میان تیرهای افشار و قاجار هست، دست کم در 300 سال گذشته. و اینکه امروز کسانی بخواهند و بیایند و این کشور رو بر پایه تقسیم بندی های ملی و قومی ترسیم کنند، یک دروغ تاریخی است. و این است که من میگویم اگرچه میتوانم بپذیرم که در کشوری مانند عراق، که کشوری است نسبتا تازه در سال 1920 پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به دست بریتانیا ساخته شده، مرزهای اون مرزهای خطکشی شده بوده و آدمی رو، دو برادر رو آوردند از مکه، کلیددار، فرزندان کلیددار مکه رو آوردند، یکی رو کردن پادشاه اردن، دیگری رو کردن پادشاه عراق، و به این ترتیب کشور ساختن، با سیریشم و ساروج این رو به هم وصل دادن. و این است که این کشور نسبتا ساخته شده
بدون اینکه بتواند هویت ملی ماندگاری پیدا بکند، در نخستین آزمون بزرگ تاریخی، یعنی آمدن قوای ایالات متحده آمریکا به عراق، در حال فروپاشی است و سنی ها و شیعیان و کرد ها و دیگر گروه ها به جان هم افتادند. این با تاریخ ایران همسان و همتا نیست. تاریخ ایران اگرچه در اون افتخیز بسیار بوده و در این 37-8 سال گذشته درگیری های آینی و مذهبی در ایران دامن زده شده، تاریخ ایران تاریخ چیرگی یک دسته قومی نیست، چیرگی فارس ها بر ترک ها و ترک ها بر کرد ها و چیزهایی از این دست نیست. تاریخ ایریاتی است که در اون فرمان روایی های برآمده از اتحادهای ایری که بیشتر اونها هم ترک زبان بودند بر کشور چیره بودند. و جالب اینجاست که در تمام این دوران زبان فارسی که زبان بخشی از مردم ایران بوده، زبان ادبی و ملی و اداری کشور ما شده. تا همین 70-80 سال گذشته هم، تا همین زمانی که 20-25 سال پس از مشروطه هم گذشته، 30 سال پس از مشروطه هم گذشته، هنوز دستبندی های ایلیاتی در ساختار فرمانروایی و حتی ترکیب مجلس در ایران نقش داشته. اجازه بدید مثالی برای شما بزنم. از شهری به نام زنجان، خمسه، بون میگفتن خمسه و بنوکات زنجان، یک منطقه بوده پیرامون زنجان، زنجان در کانونش نشسته بوده و مجموعه منطقه رو میگفتن خمسه. در دوران پس از مشروطه نمایندگانی انتخاب میشود از اینجا و به ویژه پس از درگیری های 15 ساله مجلس اول به این سوی، سرانجام در دوران انتخابات مجلس چهارم نمایندگان، سه نماینده از زنجان انتخاب می شود. اصلا زنجان تاریخش چیست؟ بیان که بخواهم به بررسی تاریخی بپردازم، تنها این رو خدمت شما بگویم که از هنگامی که از تقریبا می توان گفت از زمانی که پادشاه زند، یعنی کریم خان زند، فرمان روایی زنجان رو به یکی از بزرگان تا یکی از تیرهای دسته افشار سپرده به نام ذوالفقار خان، از اون هنگامی خاندان ذوالفقاری از زمان کریم خان زند، این خاندان ذوالفقاری و تیره دیگری از افشار قاسملو بر زنجان و پیرامون اون چیره بودن. اصلا زنجان در دست این دو خاندان بوده، خاندان امیر افشار و خاندان ذوالفقاری. و جالب اینجاست که در دورانی که فرقه دموکرات آذربایجان سر بلند کرد و یکی از سران فرقه دموکرات آمد و حاکم زنجان شد، که خود او هم از تیر و تبار آذربایجانی زنجانی بوده، غلام یحیی، همین ذوالفقاری ها و امیرافشاری ها در مقابل او نیروی جنگی برانگیختند و به جنگ او برخواستند. دعوای درونی ایلیاتی به سیاست کشانده شد، ولی این ذوالفقاری ها و امیرافشار ها آنچنان نیرومند بودند که در انتخابات مجلس چهارم مشروطه در سال 1299-1300 خورشیدی، سه نماینده‌ای که از زنجان به مجلس راه یافت کسانی بودند که این آدم ها تعیین کرده بودن. حتی آدم هایی که انتخاب شده بودن خود اونها آدم های نیکی بودن، آدم های توانایی بودن، ولی در واقع دستور این خاندان ها بود که نمایندگان مجلس رو انتخاب میکرد. تا جایی که آنچنان اعتراضی از سوی مردم زنجان صورت گرفت که زندیات ده خدا رو به نمایندگی از سوی رئیس مجلس فرستادن به زنجان و چند ماه در اونجا بود و بررسی کرد و گزارش داد، گفت آقا صندوق های رأی رو پر کردن، مردم رو آوردن و مجبور کردن، حتی تهدید کردن به کشتن مردم که به اینها رأی بدهید. این ماجرای 1300 است، ماجرای 90 سال پیش است، ماجرای سالهای پس از مشروط است که ساختار فرمان روایی در ایران همچنان ساختار ایلیاتی است و این ادامه پیدا می کند. و همین از همین خانواده ذوالفقاری آدم های نیکی،
آدم های غیر ایلیاتی مدرنی به ساختارهای فرمانروایی و ساختارهای اداری ایران راه پیدا می کنند. اما پیشینه این خاندان ها خاندان های ایلیاتی در تاریخ ایران بوده و این ترکیب و سرشت و بافت جامعه ایران در درازای تاریخ بوده. جامعه ایران یک جامعه ایلیاتی بوده در سرتاسر ایران، از فارس بگیریم تا خراسان، از خراسان تا آذربایجان، آذربایجان و کردستان تا بختیاری و قشقایی و خوزستان. جامعه ایران یک جامعه ایلیاتی بوده، ترکیب ایلی داشته نه ترکیب قومی، و بسیاری از ایلها کرد زبان بودند، برخی از این ایلها ترک زبان بودند، بیشتر اونها ترک زبان بودند، برخی یک آمیزه ای از زبانها در درون اونها وجود می داشته و روی هم رفته. باید گفت حتی در سرزمینی مانند خراسان که میگویند سرزمین فارسستان ایران بوده یا سرزمین فارس که بناس پایگاه فارسستان باشد، فارس زبانان باشد، بسیاری از دسته های ایلی که وجود می داشتن زبان مادریشون فارسی نبوده و اینها ساختار فرمان روایی ایران رو درست کردند. و حتی پس از مشروطه هم انگامی که بر تهران چیرگی پیدا کردن، پس از به توپ بسته شدن مرکز از سوی محمد علی شاه، ما با همین نوع دستبندی های ایلیاتی روبرو هستیم و این در کردستان هم پای بر جا بوده و تا امروز هم هست. تنها با شهرنشینی و گسترش زندگی شهری است که این ساختارهای ایلیاتی در هم ریخته و مردم خودشون رو به عنوان شهروند، شهرنشین، نه عضوی از یک دسته ایلیاتی میشناسند. درست است که بخشی از مردم ایران زبان مادریشون کردی است، برخی از مردم ایران زبان مادریشون ترکی، آذری، آذربایجانی است، با گویش های گوناگون گیلانی است، تپوری یا تبرستانی است، مازندرانی است و زبان های دیگری که در گوش و کنار ایران گاه در میان 10,000 نفر و گاه در میان 1,000,000 نفر به اون سخن میگویند. ما با یک فرش 1,000 رنگ تاریخی در ایران روبرو بودیم که این در مورد کردستان هم درست است. این است که امروز کسانی بیایند و بخواهند تاریخ کردستان ایران و تاریخ ایران رو با تاریخ عراق هم سنگ بدانند و فیلشان یاد هندوستان بکنند و گمان کنند که چون در هندوستان خانواده بارزانی با دست یافتن به منابع نفت توانسته بر اقلیم کردستان چیره بشود، می توانند ملت تازهی بسازند، دولت ملت تازهی بسازند، از این خانه یغمای آقای بارزانی بهره بگیرند، به راستی دل به سودا بستند. چرا که آقای بارزانی و پیرامونیان ایشون این ساختار ایلیاتی و دست و قبیله‌ای خودشون رو امروز به صورت مدرن حفظ خواهند کرد. واقعیت این است که دولتی که در کردستان عراق در حال شکل‌گیری است، دولت ملی کردها نیست، دولت آقای بارزانی و پیرامونیان ایشان است و دیگر کردها را همانچنان به بازی نخواهند گرفت. رقابت‌های شدیدی که امروز میان اونها و دیگر کردها وجود دارد، میان اونها و کردهای سوریه وجود دارد، گواهی بر این است که ما همچنان با ماندگاری ساختارهای ایلیاتی در میان این بخش از مردم روبرو هستیم و صورت ملی دادن به اینها جز برافروختن جنگ داخلی در این کشورها پیامدی نخواهد داشت. در واقع امروز سودای خودمختار کردن استان کردستان ایران یا دولت مستقلی رو ایجاد کردن و به کردستان مستقل عراق پیوند دادن، جز برافراختن و برافروختن جنگ داخلی در ایران و ستیز در سرتاسر مناطق غربی ایران پیامدی نخواهد داشت. بسیاری از خانواده های ایرانی، خانواده های در هم آمیخته میان ترک زبانان و کرد زبانان و فارس زبانان و شیرازی و اصفهانی و سنندجی و تبریزی هستند. امروز شهر ارومیه شهری است، پوزش میخوام، ترکیبی است از گروه های گوناگونی که در این شهر زندگی میکنند، از بازماندگان آسوری ها و ارمنیان و کردتباران و ترک زبانان و دیگر دسته ها. تازه اونهایی که ترک زبان هستند از یک پیشینه بر نیامدند، دستبندی در میان اونها از نظر ایلیاتی بوده، شهرنشینی اونها رو دگرگون کرده. به راستی باید گفت ما امروز سرانجام پس از گذر از این درازای تاریخ 1,000 ساله،
با گسترش شهرنشینی و آمیزش پوزش میخوام آمیزش زندگی فرهنگی و اقتصادی و اداری و تاریخی و سیاسی در ایران، ما با یک کشوری روبرو هستیم که مردمانی از پیشینه ها و تیر و تبارهای گوناگون با یکدیگر هم سرنوشت شدند و دغدغه اونها گذر از یک حکومت خودکامه دینی به یک حکومت دموکراتیک پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر است، نه تکه تکه کردن اونها و ایجاد واحدهای قومی در ایران و از هم گسستن حتی خاندانها و خانواده ها. این سودایی که رهبران حزب دموکرات کردستان ایران دارند جز ویرانی برای بخش های ایران چیزی به دنبال نخواهد داشت. البته من سخت بر این باورم که این بافت تاریخی جامعه ایران آنچنان در هم تنیده است که چنین کوشش هایی به جایی نخواهد رسید، ناتوان خواهد بود برای اینکه ایران رو از هم بگسلد و جدا بکند. چنین چیزی در ایران به داوری من روی نخواهد داد، اما زیانهای خودش رو خواهد داشت. راستی این است که پیشینه تاریخی ایران، پیشینه سرزمین ایلیاتی با زبانهای بومی گوناگون است که اینک سرانجام در پیامد یک جنب و جوش اجتماعی بسیار بسیار گسترده در درازای تاریخ 100 سال گذشته ایران به پیدایش دولت مدرن انجامید و شوربختا که این دولت مدرن رو یک ساختار دینی به سرقت برد و ویرانی ها و گرفتاری های اساسی در توسعه اجتماعی ایران ایجاد کرد و بسیاری از گرفتاری هایی که امروز ما با شهروندان اهل سنت داریم در کردستان، در بلوچستان، در ترکمن صحرا، در دیگر نقاط ایران برآمده نه از درگیری های زبانی و ملی و قومی، بلکه از درگیری های دینی است، کاری که حکومت کنونی ایران کرده است. به این نباید میدان داد، به این نباید دامن زد. این رویداد جمهوری اسلامی یک رویداد گذراست، یک رویداد ماندگار نیست، یکی از سکته های تاریخی است، مانند آمدن مغولان است، مانند ویرانی شهرها به دست تیمور است. می آیند و می روند و دگرگون می کنند و این دگرگونی ها بازسازی می شود. آمدن حکومت کنون ایران البته آمدن بیگانگان نیست، از درون خود ما برخواسته، ولی یک سکته تاریخی است که مانند سنگ کلیه یا سنگ مثانه سرانجام رد خواهد شد. اما آن چیزی ماندگار است که ایران نام دارد و این ایران که فرش هزار رنگی است با زبانها و پیوندهای ایلیاتی گوناگون که سرانجام در این بستر ملی به هم پیوسته ماندگار خواهد بود و گروه های مانند حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که یک بار به شادی برخواستن از اینکه در همسایگی ما دولت بارزانی میخواهد به وجود بیاید، نام اون رو هم دولت کردستان میگذارند و به نظر من دولت بارزانی بر اون برازنده تر است، به داوری من ره به جایی نخواهند بود و باید روشنفکران و نخبگان کرد در برابر چنین رفتار و سیاستی ایستادگی کنند و اجازه ندهند که چنین رویدادی بر ماندگاری تاریخی جامعه ایران تأثیر منفی بگذارد. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.